امروز آماده میکنم. البته نرگس کباب که بسیار یک طعم خوب داره، خوشمزه است. امیدوار هستم شما هم کوشش کنید و تیار کنید و شجان کنید. بسیار دوستا از نخود هم استفاده میکنن و در پلو نخود شما میتونید از دال نخود هم جوش بدین استفاده کنید و حتما از در قسمت جور کردنش از روغن استفاده کنید. دوستان که گوشت باز میچسبه، پنج عددش یک بار سرخ میکنید. به نام خدا. برز سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه پخت و پز و امیدوار هستیم تا پایین برنامه با ما باشید. من شیر احمد، امروز برتان یک غذای خوشمزه محلی که بسیار زیاد دوستای ما خواهش کرده بودن که برتان امروز آماده میکنم، البته نرگس کباب که بسیار یک طعم خوب داره، خوشمزه است. امیدوار هستم شما هم کوشش کنید و تیار کنید و شجان کنید. طرز تهیهش بسیار ساده و آسان است و یک تعداد کارایش هم در جریان وقفه پیش از اینکه برنامه شروع شود انجام دادیم. کارها رو شما حتما میتونید که در پیش از برنامه اگر انجام ندادم شما میتونید کارها رو بکنید. اما در ابتدا به این مواد لازمه رو میبینیم، بعد از مواد لازمه باز کدام کارها رو که در وقفه کرده بودیم رو براتون یادآور میشیم. نخود جوش داده 300 گرام، کچالو 2 عدد، گوشت 1 کیلو ماشین شده، لیمو و سیر به مقدار لازم، بادرنگ شورت 4 عدد، تخم مرغ جوش داده 10 عدد و 2 عدد تخم مرغ خام استفاده می کنیم، برگ کاهو و مصالحات به مقدار لازم استفاده می شن. چی خوب است که آستا آستا بخیر مساله را اضافه کنیم. همراه گوشت یک جای قسمی که شما می بینید مرچ سیاه و چهار مساله، نمک، زردچوبه اضافه می شه. خوب میکسش می کنیم. برای یک دو دقیقه خوبی را مخلوط میکنیم. هر قدر که مخلوط شد خوب است، سبو قدر غذای ما خوشتم و خوشمزه تر آماده میشه. بعد از این باز دوباره ما میگیریم یک کاسه کلان میگیریم و یک کاسه کلان که گرفتیم، بعد از این کچالو را و ناخود ماشین شده را او را ممرایش خوب میکس میکنیم و به ادامهش تخم مرغ ما تقریبا 2 عدد گرفتیم خام، چرا که تخم مرغ ممرایش اضافه شوه خوب است که در روغن باز خود باز نکنه. در این صورت خوب باز نگرد تخم مرغ شما در داخلش خام، بسیاری دوستا یک دانه اضافه میکنن، اما من خواستم دو دانه اضافه کنم چرا که تقریبا گوشت هم زیاد است و در پالش کچالو نخود هم زیاد است که خوب هم تو منظم کباب ما خوشمزه تر خوبتر به یک شکل خوب آماده شود. شما هم کوشش کنید همیشه وقت غذا را که آماده میسازین کباب باشه، دیگر غذایی که شما در خانه درست میکنین آماده میکنین، همیشه وقت همی مواد لازم میشه نوت بگیرین، طرز تهیهش نوت بگیرین تا راحت تر آماده کنین. غذایی که یاد دارین فرق نمیکنه، همیشه وقت یادتان میباشه. و مساله را خوب مخلوط کردیم، آماده شد. حال چی خوب است که سیر بگیریم. سیر تقریبا یک مقدار ما بیشتر گرفتیم و سیر هر قدر که ریزه کنیم اما قدر خوبتر است. بعد از این کدام مواد دیگر نیازی نیست که امروز از این مخلوط شود. به همین ترتیب خوب ریزش میکنیم. در ابتدا خلال شود، دوباره ریزش میکنیم. خوب ریزه ریزش میکنیم به همین ترتیب. و همیشه وقت برنامه خودتون رو تعقیب کنین و کسایی که همیشه وقت تکرار میکردن بر ما یک نرگس کباب آماده کن، امیدوار هستم برنامه را ببینین و حتما یک غذای خوشمزه محلی را آماده کنین. دوباره این را خوب ریزه میکنیم، اضافهش میکنیم امرای گوشت یک جای. سیر بسیار خوب است برای طعم غذای ما و همیشه وقت کوشش کنین که از سیر در هر نوع کباب باید استفاده کنیم، بخصوص نرگس کباب بسیار خوب طعمش خوبتر میسازه و خوشمزه تر آمادش میکنه. و ارات هم روشن کردیم روغن که یک مقدار گرم و در ارتش باز کمتر میکنیم. و دوستای عزیز وقتی کوتاه داریم، بعد از وقفه با ما باشید.
باید می برنامه خوش آمد دوستا و تخم مرغ اضافه کردیم دو عدد، یک باری را مخلوط میکنیم. به ادامهش دیگه ضرور است که شما امر قاشق این را تا آخر مخلوط نکنید، درست مخلوط نمیشه. اما تخم مرغ، امر مساله، سیر یک مقدار خوب مخلوط کردیم. بعد از این نیاز نیست زیادتر این امر دست باید مخلوط کنیم که خوبتر آماده شه. اضافهش میکنیم در ظرف کلان. همه این شیء اضافه کرده و دیجا کچالو است و نخوت است. بسیاری دوستا از نخوت هم استفاده میکنن و در پلی نخوت شما میتونین از دال نخوت هم جوش بدین استفاده کنین و یک کمک شما نیاز دوباره اضافهش میکنیم. در غیر از او کفایت میکنن. مرچ مساله هم اگه شما دیده که اضافه کردیم و از دال نخوت هم بسیار خوب تر میاد. دال نخوت تر کنین یک شب پیش، بعد از او برای یک دقیقه خیر بخار بتین، او را مازاد ماشین بکشین منظم. دیگه بخیر نرگس کبابتان آماده میشه و شروع میکنیم برای مخلوط کردن کباب ما که خوب مسالهش و نخوت، کچالو همگیش خوب مخلوط شوه. این رقم خوب فشارش میتیم. مخلوط کردنش یک کمک وقت میگیره، همیشه وقت کوشش کنید زیادتری را مخلوط کنین. و در ابتدا دیدین امرای گوشت من مساله و تخم از گرد کردم به خاطر از که زودتر امرای نخوت و کچالو باز میکس میشه آماده میشه. اگر نمک بالا از اضافه کنیم یک مقدار وقت از زیادتر میگیره وقتی که مخلوط میکنیم. و اراتم روشن کردیم، روغن هم استاد داغ میه، روغن زیاد نیاز بود که ما روغن در کره اضافه کردیم. به این قسمت داشته فشار میتیم. ببینین استاد چقدر یک رنگ مقبول گرفته و منظم زودتر هم مخلوط شد. دوستا هر آتا کمی کمتر میکنیم تا یک چند عدد باز آماده میشه. ایره سرخ میکنیم، وقت زیادتر کار داره. خود مخلوطش میکنیم. کاملا آماده شد دوستای عزیز. و کسایی که همیشه وقت کباب خوش داره، امیدوار هستم برنامه را ببینین و به اینمی ترتیبی را آماده کنین و نوش جان کنین. یک مقدار روغن میگیرم در این ظرف اضافه میکنیم همراه قاشق. دست ما را چرب میکنیم و راحت تر بتانیم کباب را آماده کنیم. بسیاری دوستای ما هستن که کمک خورتر جورش میکنن، میگن که قدر کلان ما نرگس کباب جور نمیکنیم، یک عدد تخم مرغ میگیرن نصف میکنن. اما به اون ترتیب هم میتونه شما جور کنه. خب بهتری است، خوبتری است که ما و شما میشه وقت هم یک عدد تخم مرغ سیستمش یا هم قانونش است که در نرگس کباب باید اضافه شوه و این آماده کنیم. اگر شما بازم خردتر میخواستین آماده کنین فرق نمیکنه. خب بیره فشار میتیم قسمت هایشه. همون شکل تخم مرغ که داره بونم شکلی رو دوباره آماده میکنیم دوستا. قسمت هایش خوب فشار میتیم. دست ما رو چرب میکنیم و منظم همگی شکل جور کردیم. بعد از او استاستا ایده سرخ میکنیم دوستا. یک عددش آماده شد، به این ظرف اضافهش میکنیم. بعد از این دوباره از این ظرفی رو گرفته و سرخش کرده میدیم. خوب فشارش میتیم به این رقم. احنالی هست دوستا. دست ما رو چرب میکنیم و گوشت هم، گوشت کباب هم چرب شود تا خوب آماده شود. اینه و خیلی هم آماده شد و یک عددش قبلا جور کردیم اضافهش میکنیم. ببینید به یک اندازه که جور شوه بسیار منظم دیدام میشه و وقتی که سرخ هم میکنین زودتر کلش یک سال پخته میشه. خوب همونطور منظم و همیشه وقت که من براتون غذا درست میکنم بسیاری کارهای آشپزی است که راحت است، آسان است. قسمی که امروز شما دیدین گوشت همراه کچالو یک بار باز بردم تکرار میکنم، قبلا جوش دادم و نخوت جوش دادم از قطعه یکی خریده بودم. تو قطعه او را ماشین کردیم، از گوشت ماشین گوشت کشیدیم و در پالش کچالو را همچنان. اگر کچالو را تراشک هم کنین فرق نمیکنه، اما ماشین که بود او را از ماشین بکشید و کلش جدا جدا از ماشین کشیدیم برای
15 دقیقه بخار دادم، بعد از او باز بخیر جدا جدا انداخته میشه و تخم مرغ هم جوش دادیم کاملا که سرد شد تخم مرغ و پوستش بگیرین. دفعتن اگر شما همراهش گوشت اضافه کنین تخم مرغ گرم باشه قدر خوبتر آماده نمیشه، بانید که خوب سرد شوه بعد از او اضافهش کنین دوستا. و حتما از در قسمت جور کردنش از روغن استفاده کنین دوستان که گوشت باز میچسبه، کچالو و نخود کس باده زیادتر میچسبه. قسمی که شما دیدین در ابتدا ما این مخلوط کردم، اینه به این ترتیب همگیش آماده میکنیم. یک مقدار دست ما را با نخود است پاکش میکنیم دوستا. حال دوباره دیگرش جور میکنیم. روغن هم خوب دیگه آماده ازی است که ما نرگس کباب را اضافه کنیم. اما همیشه وقت نرگس کباب وقتی که اضافه میکنین دفعتن یک نفر باید باشه او را مخلوط کرده بره چهار طرفش یکسان سرخ شوه. کسی اگر نبود در پالش کاملا باز چی میشه دوستا؟ یک قسمتش میسوزه رنگ زیادتر سرخ میشه، یک طرفش سفید میمانه. خب فشارش میتیم و روغن ببینیم که گرم شده، یک کمک مواد کباب اضافه میکنیم و مقدار لازم. خواهی قدر گرم نشده یک چند لحظه دیگه انتظار میکشیم تا خوب گرم شوه. و قسمی که شما میبینین آستاستا دیگه روغن گرم میشه، کمک گوشت اضافه کردیم. میشه به این ترتیب مکمل نرگس کباب اضافه نکنین، ببینین اگر گرم بود اضافه کنین نبود فرق نمیکنه دوستا. خوب انوارش میکنیم و دست ما رو چرب میکنیم تا راحت تری را آماده کنیم. یک دو عدد دیگر هم آماده کردیم، آستاستا همگیش آماده میشه. بخیر تخم مرغ هم 3 عدد مانده. ببینید در وقت کمتر اگر شما گوشت جوش بتین، کچالو جوش بتین و ماشینش کنین در 25 دقیقه 20 دقیقه میتونید کاملا برای 20 نفر نرگس کباب جور کنین. قدر وقت نمیگیره و نرگس کباب همیشه وقت در سالاد زیادتر استفاده میشه. وقتی که سالاد شما آماده میکنین در پالی سالادی رو اضافه کنین خوش طعم و خوش رنگ هم دیده میشه. میگیریم یک عدد دیگه شام و روغن خوب گرم بیاید چرا که گوشت سرد است، زودتر باز روغن زیادتر سرد میکنه، باید قدر روغن سرد نباشه. همیشه وقت ما برتون غذار که آماده میکنم همون نقاطی که در آشپزی ضروری است برتون یادآور میشم تا راحت تر شما بتونین این را آماده کنین. و شما دیدین دو عدد تخم مرغ خام ما اضافه کردم. شما اگر یک دانه هم انداختین فرق نمیکنه، اما مطابق میلتان دو دانه پرتین خوب است به نظر ما. بسیاری دوستان میگن که ما زیادتر تخم مرغ خوش نداریم در گوشت باشه، میشه بسیاری دوستان در کوفتام تخم مرغ نمیندازه به خاطر از اینکه نرم میشه مزهش از دست میره. با مخاطر خالص گوشت پیاز و سیر و مصالحش اضافه میکنن خلاص. آستاستا دیگه همگیش خوب آماده شده و اضافهش میکنیم دوستا و آستاستا دیگه پخته میشه. ببینید چقدر منظم آستاستا آماده میشه. 5 عددش یک بار سرخ میکنیم، 4 عدد دیگهش دوباره میتونیم آستاستا سرخش کنیم و به این رقم این رو باید آستاستا پشتورو کنیم، 4 طرفش یکسان پخته شود دوستا. ببینیم زودتر خود تغییر میده و این رو به این ترتیب پشتورو کرده میریم تا خوب میتونه رنگ خود تغییر بده، منظم آماده شود و یک نرگس کباب خوشمزه است. وقتی کوتاه دوباره زود برمیگرد. برنامه برنامه خوش آمد دوستا و آستاستا بخیر. نرگس کباب سرخ میشه، آماده میشه. ببینید چقدر رنگ مقبول داره و یک کوتاه گوشت که اضافه کرده بودیم ایرام از روغن بیرون میکنیم، یعنی میشه یک قسمت و منظم آستاستا بخیر. نرگس کباب آماده شد و شما دیدین که در وقت کمتر میتونین
یک غذای خوشمزه را آماده کنین. کسایی که اکنون با ما پیوسته میخوایم که یک بار برشان یادآور شوم که امروز براتون نرگس کباب جور میکنم. تخم مرغ 10 عدد جوش دادم و بعدش 1 کیلو گوشت امرای 2 عدد کچالو برای 15 دقیقه بخار دادم. دوباره که یا سرد شد از ماشین گوشت یا را کشیدم، ماشینش کردم و امرایش مساله جات 1-2 عدد تخم مرغ خام اضافه کردیم در یک ظرف. مساله کرد، مساله در خانه داشته باشید استفاده کنید، مشکل نداره. خوب بازی را مخلوط میکنین. وقتی که مخلوط کردین یک دان تخمه میگیرین در بین گوشت شامی کباب، البته ببخشید نرگس کباب اضافه میکنیم و شامی کبابی که شما همیشه وقت در سیخ خوردین در داشی آماده کردین، یک نوع شامی کباب هم از همین گوشتی که امروز ما آماده کردیم تخم مرغ اضافه نکنین، در روغن سرخش کنین، یا یک نوع شامی کباب است که بسیار زیاد مردم آماده کرده میشه وقت و امیدوار هستم شما هم کوشش کنین آماده کنین. ببینین بسیار منظم آماده میشه و یک دو عدد دیگه شون در قسمت ها مندازیم تا خوب سرخ شوه، پخته شوه. دوستا خوب است که این را اضافه کنیم تا زودتر آماده شوه و آست آست خوب جوش میخوره، آماده میشه. این چند عددش که آماده شد از روغن بیرونش میکنیم، یک تا دستمال میگیریم روی میز میمانه میشه، کاملا کلش و به ترتیب آماده شوه. دوستا خوب روغنش بریزه، هر قدر روغنش بریزه هم قدر خوبتر از. دوستا روی تیشو پیپر هم این اضافه کردیم، قسمی که شما میبینید یک عدد دیگه شام اضافه میکنیم و چند لحظه خوب یک ذره سرد شوه، یارم دو بر طرف شک شروع میکنیم تا خوب چهار طرفش پخته شوه. آست آستا خوب سرخ میشه دوستا و منتظر میمانیم تا یک مقدار خوب آماده شه و چه خوب است که یک کمک ترکاری ها رو آماده کنیم. از لیمو استفاده میکنیم و چپس تیار مگرفتیم، شما هم میتونید از چپس تیار استفاده کنید. از این قسمت لیمو رو میمانیم، همین اندازه خوب است و بادرنگ شوره ریزه میکنیم، القلقه به این ترتیب ریزش میکنیم. همیشه و همراه کباب از بادرنگ شور استفاده کنین، بسیار یک تمک خوب داره و از لیمو بسیار دوستای ما همیشه وقت استفاده کردن و بازم کوشش کنین همراه کباب بسیار خوب است که استفاده شوه. بادرنگ شور هم میاریم در قسمت اضافه میکنیم. و یک دو حلقه لیمو رو میگیریم در اینجا میمانیم. برگ کاهو از این هم استفاده میشه، اما پیش از اینکه برگ کاهو رو ریزه کنم چه خوب است این دو طرف زیر یک کمک پشت رو کنیم تا یکسان پخته شود. دوستا این رقم به این ترتیب این دیگه آستاستا خوب پخته میشه. ایزا شما اگر میمانم داشته باشین زیادتر هم پخته کنین. وقتی که گوشت جوش دادین، کچلو رو آماده کردین، در خانه ماشین گوشت داشته باشین، قدر وقت تان نمیگیره، راحتتر زودتر میتونین آمادش کنین. برکوری زه کردیم و آل نوبت نرگس کباب و سه کمک سردام شده، وقت 3-4 دقیقه سرش تیر شد که یارو سرخ کردیم، توتیش میکنیم این رقم توتیش میکنیم. دوستا ببینین چقدر منظم آماده شده، اضافهش میکنیم و یک ذره که سرد شده بسیار راحت تر توته میشه. الان کوشش میکنیم به این ترتیب توتیش کرده میریم و این هم در قسمت ها میمانیم. امیدوار هستم شما هم بینمی شیوه خضار آماده کنین، نوش جان کنین و همچنان همیشه وقت منتظر پیامای شما ایزان هستیم و هر غذایی که شما دوست دارین برای ما پیام کنین. در چنل یوتیوب، در فیسبوک برنامه میکنه نشر میشه، برای ما مسیج بانین، حتما ما مسیجتان رو میبینیم و غذا رو آماده میکنیم و این بود یک غذای محلی که به شما آماده کردیم. بسیار کمرنگ است، در خانه بسیار کم پخته میشه این غذا. خوب است که
در طول هفته یک روز یک غذا را آماده کنین و نوشجان کنین. امیدوار هستم خوب به اوقات خوش داشته باشین، خوش آرام باشین و من بسیار زیاد امروز خوش شدم که براتون یک غذای محلی براتون آماده کردم. تا برنامه دیگه، خدا و نگهدارتان. خدا حافظ.